در 2 کیلومتری روستای رباط پشت بادام در شهرستان اردکان استان یزد یه آبادی کوچیک قرار داره به نام علی آباد. اما این علی آباد یه رباط دلربا داخل خودش داره مربوط به دوران قاجار. رباط علی آباد از آجر و خشت و گل ساخته شده و با توجه برج‌هایی که اطرافش داره نقش تدافعی داشته این رباط. متاسفانه امروز در سایه بی‌توجهی خیلی از قسمت‌های این رباط ویران شده. بریم با هم از نزدیک ببینیمش. خب رباط علی آباد همونطور که عرض کردم 2 تا ورودی داره. این ورودی شرقیش هست و برج ها رو ببینید در 2 سمت این ورودی. و اون ایوان تاقش که فرو ریخته و حتی مشخصه تو نما دستکاری هایی هم شده، تغییراتی هم به وجود اومده. اون فضای بالا هم فضای شاهنشین هست، اونجا برای اعیان و اشراف بوده که به کاروانسرا تردد میکردن. البته کاروانسالارها هم معمولا توی فضای شاهنشین ساکن میشدن. کاروان سالار کسی بوده که یه چیزی مثل رئیس کاروان امروزی. در واقع هدایت کاروان با کاروان سالار بوده. بریم داخل از این تاق گهواره‌ای ورودی. در 2 طرف اتاق‌ها یا حجره‌های تعبیه شده. اینجا حیات مرکزی این بنا و فضاهایی که حول حیات مرکزی ساماندهی شدن. این جبهه شمالی رو ببینید که یه ورودی دیگه هم تو این جبهه هست. بالا یه شاهنشین دیگه و این تزئینات خفته راسته لچکی ها رو ببینید. چقدر زیباست این بنا و چه بروبیایی داشته زمانی که آباد بوده. این هم 8 ورودی شمالی. اتاق‌های 2 طرفش. بریم ایوان جنوبی رو هم ببینیم از نزدیک. دالان‌هایی که راه داشته به این تالار جنوبی به این صورت. خب از ورودی شمالی بریم داخل فضا و بریم روی بام طبقه همکف. اینجا 8 ورودی. بریم بالا.
چه حجره های طبقه اول، واقعا بنای زیبایی، زیباییش در وصف نمی گنجه. یکی از این حجره ها رو ببینید، اینجا اون اجاقش هست و پنجری که به بیرون دید داشته. رباط علی‌آباد در روستای علی‌آباد در شهرستان اردکان استان یزد.